Via, Ali, via. Ali, via. Via. Maia. Stai lì, Tobira. Maia. شب اومده با امیر حسین قیاسی، گیر میده به خبرهای فرهنگی و سیاسی. کاری کنم این جوکر جر بخوره دهنت، داری میخندی با همه سلولای بدنت، همه به هم میگن چقدر این برنامه خفنه، حتی طرفدار من شوهرمه یه زنت. بهت میگه بشین ببین یکی دوتا قسمت، توی تاریخ کمدی جا بدان از اسمم. وزیر وکی فوتبالیست و بازیگر و شهردار، همه میشن سوژه اینجا با کمک افشار. مافیای کمدی ان حسین ممدوس علی قریب، خوراکشون خبرای داغ و تازه ولی عجیب. وقت تو تلف میکنه این برنامه اساسی، نیمه شب اومده با همین حسین قیاسی. وقت تو تلف میکنه این برنامه اساسی، نیمه شب اومده با همین حسین قیاسی. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در هفته که گذشت جناب آقای کریستیانو رونالدو، بازیکن تیم ملی پرتغال و تیم فوتبال النصر عربستان، برای اولین بار پا به ایران گذاشتن. این اتفاق از نظر خیلی خیلی مهم بود، از نظر خیلی هم اونقدر مهم نبود. مثلا آقای مهدی مناجاتی، اسطوره بسیار سرشناس فوتبال کشورمون، گفتن که کی هست رونالدو، اصلا کی هست. استادیو میتونه میزبان شایسته باشه برای کریستیانو رونالدو و ستاره هایی که قرار هفته آینده بیان ایران. رونالدو کی ها؟ بذارید از اول قضیه رو مرور کنیم. قبل از ورود رونالدو، در هفته منجر به ورود رونالدو، اول یه مسئله که پیش اومده بود که آقا رونالدو میخواد بیاد ایران، از چه اینترنتی قراره استفاده کنه؟ خب اینترنت فیلتر و اینا، رونالدو نمیتونه ارتباط بگیره با خانواده‌اش. آقای زرقامی وزیر گردشگری مملکتمون یک نکته بسیار مهم گفتن، گفتن که بیاد از ایتا و بله و اینا استفاده کنه، خیلی هم دلش بخواد. اگر رونالدو بیاد ایران، قاعدتا باید سکوی بله و ایتا رو نصب کنه، تماس بگیره با دوستانش، فامیله، زن و بچه، بچه محلاش، همه تو کشور خودش بگه همه تون نصب کنید و خیلی خوب شالا بتونه از این سکو استفاده کنه و ارتباط رو برقرار کنه. خیلی هم دلش بخواد این کار رو بکنه. آقای زرقامی، من نمیدونم اینو شوخی کردی، جدی گفتی؟ اگه شوخی کردی خیلی خنده دار بود، واقعا جالب بود. من میدونم که رونالدو هم خیلی خندیده به این، برای مانه هم تعریف کرده بود، مانه هم پاره شده بود، تالیسکا اینا هم همه جر خوردن، ایشو خیلی خنده دار بود، یعنی واقعا دمت گرم. اگرم جدی گفتی، من یه سوال فقط دارم، چرا باید دلش بخواد رونالدو؟ دلش بخواد چرا باید خوشش بیاد مثلا برم پیام رسان یه کشور دیگر رو با افتخار نصب کنم، کشوری که یه بار قراره کلا برم و دیگه هم قرار نیست برم؟ چه فکری چه؟ مثلا الان رونالدو برگشته کشورش، میگه بید پیام رسان میخوای فقط بله و ایتا و فلان و واتساپ تلگرام اینا رو دلش کن. پیام میدادی را مصب تو ایران 50 تا تیک میخواد، اینقدر خفنن پیام رسان ها ایران، چی میگذره؟ یعنی به چی فکر میکنید که اینا رو؟ من نمیدونم بیشتر از این، من نظرم دیگه جا نداره. ها، مرسی آقایتم. برسیم به لحظه ورود آقای کریستیانو رونالدو به ایران. در لحظه ای که آقای رونالدو پاشو گذاشت توی ایران، یک کمدی ملی شکل گرفت. گویی تمام ایرانیان عزمشان را جذب کردن که هر طور هست، هر هنری دارن، هر شیدی که میتونن رونالدو و یارانشو بخندونن بخندونن. مثلا خیلی اتفاق عجیب برای شروع، مثلا مدیر عامل پرسپولیس آقای درویش دخترشون رو بردن پیش آقای رونالدو به هوای اینکه مترجمه مثلا دختر من تو خونه هم گفتن انگلیسی سوالی دارم دخترم میگم که جواب بده. میخوای دختر تو بری رونالدو رو ببینه، بگو میخوام این کارو بکنم. ما رو که احمق فرض نکن که، ما یه شغل داریم مثل مترجم، همشون مترجم ها از دختر شما انگلیسی بهتر صحبت میکنن، درست نیست به هر حال این کار. بعد مثلا یه فرش به رونالدو هدیه دادن، 4 میلیارد تومان پول فرش هست. کی به شما گفت 4 میلیارد فرش شامل به رونالدو؟ بعد رونالدو براش فرشه رو داره اینجوری تکون تکون میده. او
اسکل، یعنی این رونالدو دیگه برنامه رو خدا رو شکر نمی‌بینه، نمی‌فهمه. فرش تکون میدی؟ فرش رو بده زیر پاد ماتش کن. فرش ایرانی ها گیرت نمیاد اونجا بری تو پرتغال، باید رو آسفالت بخوابی. حالا اینجا فرش چارمیازی تکون میدی؟ بعد یه دونه هم دادم به مانه بقیه بازیکن‌ها هیچ. بابا به قولان تالیسکا هم بازیکن خوبیه. یه چیزی هم میدادی به اون، یه قالی چیزی هم میدادی تالیسکا. اون الکس تلس بابا منچستر بوده، یه موکت میدادید الکس تلس. هیچ چی ندادن. یه دونه دادن رونالدو، یه دونه دادن مانه. نمیشه هر کیو میشناسید به جایزه بدید، بقیه ناراحت میشن. میگفتید به مادر تالیسکا اینا میگفتید یه جایزه میداد سر صف به اونا هم میدادید. خیلی مسخره است که فقط به رونالدو و مانه دادید، بقیه ناراحت شد. من شیدم خیلی عذاب کشیدم. مردم رونالدو دوست کشور عزیزمون ایران هم از قائله کمدی جا نموندن و هر کس که میتونست افتاد دنبال اتوبوس رونالدو، تا دم هتل اومدن رونالدو رو دنبال کردن و اتفاقات بسیار عجیبی در هتل اسپیناس افتاد. آقا شما میدونستی که رونالدو اومده؟ آره. انزای رونالدو رو میگرفتی نمیدونستیش؟ نه نگر میداشتی؟ نگر میداشتی؟ اصلا 10 میلیارد هم ازت بخرم؟ چرا؟ حالا خیلی 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 زیاد باشه چرا؟ بعد میدیدی چی میخواستی بگی به رونالدو؟ اولی چیزی که میگفتم بهش گفتم حالا مادرید، زنده باد مادرید. یه سری مثلا الان از قم اومده، شهرهای مختلف اومدن ببیننش. اگه الان رونالدو رو ببینی راجع مشکلات قم چی بهش میگی؟ والا زندگی ها خیلی سخته، ولی خب ما الان به کوک تنها دارم اومدم، یه بیسکویت خوردم دنبال اتوبوس میدویدم، امام حسین کم میشه. به زور خودم رو کشیدم بالا کوک، نه نمیش دو ساعت اونجا نشسته بودم داشتم گریه میکردم. دیدیش واقعا؟ آره. چه شکلی بود؟ چه شکلی بود؟ شبیه عکساش. مغرور نیست به نظره؟ خودشو میگیره. چرا؟ خودشو گرفته. اگه رونالدو رو ببینی چی بهش میگی؟ من از صد متری هم نمیرم. من انگلیس هر جمع کردیم دو بار نامه فرستادیم. من رونالدو چیز به رونالدو نامه فرستادیم اونجا انگلیس. نامه فرستادیم؟ انگلیس نیست. منچستر یعنی؟ منچستر کجا؟ دو بار نامه دادیم به. الان هم شماره تلفنی نوشتم و بام که نوشتیم که دو بار به نامه. رونالدو میشه دوستش یا مسی و؟ آها. مسی اومده این؟ اینجا جورجینا اومده. چیکار ببینی بهش چی میگی؟ ها؟ بهش ببینی چی میگی؟ ابراز علاقه میکنم. دنیای بدون رونالدو چجوریه به نظرت؟ نونه رونالدو مثل پنیر به نونه. شماره دادیم من شماره حالا توکل به خدا. فارسی هم بلد نیست که. الان ویدیو کال داشتی؟ آره. کی بود؟ پسرمون بود. گفته بود گوشی رو بگی سمت رونالدو. خیر مقدم به رونالدو محدود به انسان‌ها نیست. همه اینجا خوشحالن از اینکه رونالدو اومده. به نظر شما حضور رونالدو چه تأثیری توی منطقه داشته؟ و اگه رونالدو رو ببینی چی بهش میگی؟ در مسیر رسیدن آقای رونالدو از فرودگاه به هتل آبادانی شکل گرفت، یعنی شروع کردن تون تون آسفالت کردن. تصاویری هست که دارن با سرعت خیلی زیاد آسفالت میکنن مسیر رو. براشون مهم نیست که خوش میشه یا نه، فقط میخوان رونالدو میبینه آسفالت باشه. کاش واقعا آقای رونالدو سالی یه بار میومد ایران، یعنی خیلی آباد میشد کشور. بعد من یه سوال دارم، مگه فقط به آسفالته این آقای رونالدو این مسیری که داره میاد؟ این همه مشکلات هست. هوا الان داغونه، آلودگی هوا ما داریم، نمیشد آلودگی هوا رو برطرف کنی؟ نفس نمیخواد بکشه رونالدو؟ خرید نمیخواد کنه؟ نمیشد تورم رو درست کنید برای اون مسیر حداقل؟ ها؟ از فرودگاه امام که میاد بوی کود میاد، 30 کیلومتر بوی کود میاد. نمیشه یه مدیریت کنید اونجا خرابکاری نکنن مردم که بو نده؟ ها؟ یه چه چیزایی؟ دلار رونالدو نمیخواست، دلار رو نمیشه بیاری پایین یه مدت؟ رونالدو دیگه چی ها احتیاج داره درست شه؟ کار نمیخواد رونالدو، کار نمیخواد بکنه ها؟ بیکاری رو نمیشه برطرف کنید تو اون مسیر؟ جان؟ مسکن؟ بله. رونالدو خونه نمیخواد بخره؟ ماشین سوار نمیخواد بشه؟ اینا رو نمیشه درست کنید؟ الان
زن نمیخواد بگیره رونالدو، زن گرفتن رو تسهیل نمیکرد تو اون مسیر؟ آدمای اون مسیر ازدواجش راحت‌تر میشد. وام آقا رونالدو وام نمیخواد بگیره، یه وام دو تا زامنم که بود ایمانه و چیز الکسلس زامنش بود، یه وام. کیفیت بنزین دقیقاً دیگه چی بگید؟ همه مشکلات من میشه میگفتیم رونالدو حل میکرد آقا، خودرو هم گفتیم دیگه، عمل گفتیم. آیفون نمیخواد رجیستر کنه. من نمیفهمم خیلی اتفاقات جالبی میتونست اون مسیر بیافته. اون یه تیکه مسیر میتونست پیشرفته ترین بخش جهان بشه، از فرودگاه تا هتل. در مسیر رسیدن رونالدو به هتل خیلی اتفاقات عجیبی افتاد، خیلی شلوغ شد، یعنی اصلا همه چی در هم پیچید، مردم دنبال اتوبوس جلوی اتوبوس رو گرفتن. توی این شلوغی ها دروازه‌بان دوم النصر دست مربیشون رو ولکچیشو گم شد. این مردمی که از تپه بالا رفتن خود ما بودیم، دقیقا خود ما. بله معلومه که خود ما بودیم، نه واقعا نظر تحلیل نمیدیم، واقعا ما بودیم، ما با بچه ها بودیم داشت تپه رفتیم، ما را فیلم میشم داریم، جدی ما بودیم. این تحلیل های شما مثلا به چه دردی میخوره؟ که حالا مثلا مردم ما اومدن این کار کردن، میخواد مردم مثلا نقد کنی که چرا این کار کردن؟ با طرف کریستیانو رونالدوه، نمیدونم متوجه میشی یا نه، آقای گل جهان، چند تا دیگه قهرمانان داره، نمیدونم 5 تا 6 تا توپ طلا داره. رونالدو رو مثلا ببینن اینجوری نکنن، کیو ببینن اینجوری میکنن. برای آدمای خیلی کوچیکتر از رونالدو هم این کارو کردم. من خودم سامان آقازمانی رو یه بار تو خیابون دیدم، تا یه هفته برام تعریف کردم. رونالدو رو یارو معلومه خوب این کارو میکنه دیگه. الان سامان آقازمانی ناراحت نشه، آقا سامان آقازمانی خودش مورد علاقه منه، یه وقت تو این تلقی نشه کلا دارم میگم، یعنی آلیشا هر کی هست اون بازیکن استراتژی به درد نخوره. اون اما حضور رونالدو در هتل اسپیناس باعث رونق اون منطقه هم شده بود، یعنی اصلا اقتصاد اون میدون بهرود کلا عوض شده بود نسبت قبل رونالدو. همانطور که میبینین همه کسب و کارها اومدن به استقبال رونالدو، خواستن بهش خوش آمد بگن، شهر حال و هوای رونالدو رو داره. اینجا نزدیکترین گوشت فروشی به محل اقامت رونالدو هست. حسی دارین که توی 100 متری رونالدو دارین گوشت میفروشین؟ حس خیلی خوبیه و اینکه خیلی دوست داشتیم، خب امروز از نزدیک میدیدیمش. یکی عکس خود رونالدو رو تابلو کشیده بود، مزخرف کشیده بود، اردوت نازه ما نمیخواست بره بهش بفروشه. فکر کنم تأثیری توی کسب و کار شما داشته؟ خیلی بیشتر شده، خیلی خروشتون شده. آره بیشتر شد. پولش رو نگیرم جنس بخره؟ چرا نمیگیرم؟ من اینجا وایسادم برای پول گرفتن. میتونی یه جوری بزنی هر وقت خواست به دارایشگاه از عربستان پاشه بیاد اینجا؟ چرا که نه، من مشتری زیاد دارم اینطوری که از عربستان میان اینجا. اون مشتری از کشورهای اطراف سفارتی اینا. آب هویجمون همه تمام. آقا حضور رونالدو چه تاثیری توی قیمت خونه‌های منطقه داشت؟ خبرش که پخش شد خونه‌های مشرف به هتل خیلی گران‌تر شد. و حالا چیزی که ما شنیدیم قراره رونالدو هم بیاد اینجا یه خونه بخره. میگم فردا صبح رونالدو میاد اینجا اصلا سرشیر بگیره. چه حسی داری؟ سرشیر مونده بهش میدم دیگه. خاطره خوب واسش میمونه. سرشیر دیروز میگم من دیروز اینا نفروختم، بیا اینو بخور و رش کن. باعث رونق کسب و کار شما نشده اومده. به هر حال وقتی شخصیتی مثل رونالدو، یه شخصیت کاملا جهانی که چند صد میلیون در واقع طرفدار داره، وارد یه کشوری میشه، فرصت بسیار خوبیه که جنبه های مختلف یک کشور رو ما بتونیم بهش نشون بدیم. یکی از جنبه هایی که خیلی خوب به جهانیان ما توصیم نشون بدیم مدیریت افتضاحمونه که بسیار عالی، ما همه دنیا دیدن واقعا، یعنی توی چمن ورزشگاه آزادی قشنگ خودشو نشون داد که کله اینجوری تیکه تیکه قرپه قرپه کاملا چمن بود و بقیهش اسپری رنگ روی خاک بود، یعنی کثافت محض بود چمن آزادی. ترابی فوتبالیست بسیار درجه یکی کشور بود مصدوم شد. ما خیلی از این قضیه ناراحتیم، خیلی ناراحتیم، نه خیلی ناراحتیم از مصدومیت آقای ترابی که این اتفاق براش افتاد. خدا رو شکر که حالا رونالدو مصدوم نشد،
نه اینو نباید میگفتم ها، ترابی بهتر. ناراحتیم آقا، ترابی مصدوم شد به خدا با ناراحت، یعنی جدی دارم میگم. گزارشگر عربستان اومده از این وضعیت چمن سوء استفاده کرده، یه تیکه سنگینی به ما انداخته، گفته که چمن ورزشگاه آزادی منو یاد 30 سال پیش انداخته. والا 30 سال پیش اصلا اینجوری نبود، چمن خیلی خوب بود. 30 سال دارم فوتبال.